سلام دوستان، سنایی هستم با یه آموزش کوتاه دیگه در خدمت شما ایم. توی این آموزش میخوام یه مروری داشته باشیم به دو آپدیت اخیر که چه چیز اضافه شد، چه چی تغییر کرد و این داستان ها. احتمالا در آینده هم دیگه همین دو روند رو ادامه بدم. اگه یه آپدیتی دادیم پنل رو، یه کلیپ کوتاهی براش ثبت کنم و توضیح بدم که چی ها تغییر کرده و البته شرمنده بابت کلیپ قبلی که اینقدر کیفیت صدا داغون بود. من فکر میکردم این هنسفری که گرفتم کیفیت صداش خوبه و در اینجا اصلا تستش نکردم که ببینم آیا کیفیت خوب ضبط شده نشده. دیگه برای الان هم دارم با گوشی صدا رو ضبط میکنم، بعدش صدا رو منتقل میکنم روی کلیپ، چون همه رو تست کردم، همه هنسفری ها رو، بازم کیفیت صداشون خوب نبود. حالا شاید بعدا رفتیم یه میکروفونی گرفتیم. خب دو آپدیت اخیر که بریم از آپدیت 3 روز پیش بررسی کنیم. 3 روز پیش ما یه آپدیت داریم چون تغییرات ایکس خیلی زیاد شده بود. یکیش این استریم وان بود، یکی وب سوکت بود که هارت بیت پریود اضافه شد، یه چند تا چیز هم برای ایکس ماکس بود که اینا رو ما دیگه، شما الان اینا رو نمی‌بینید در از توی این باند چون حذفشون کردم. بعدش این که مهم نیست، هسته رو آپدیت کردیم، اسپلیت اچ تی تی پی ترانسپورتش رو به ایکس اچ تی تی پی تغییر دادیم، چون که دیدم وقتی لینک رو داخل ویتور NGO یا ویتور N کپی میکنید دیگه اسپید HTTP نداره. همه رو تغییر دادن به XHTTP که مجبور شدیم ما همه رو تغییر بدیم. و تغییرات جزئی دیگه، آپدیت امروز چی بود؟ نه مشکل چیز داشتیم، سشن داشتیم که دو تا کوکی ست میشد. هر چقدر من بررسی میکردم مشکل پیدا میکردم تا بالاخره پیدا شد. یه تغییرات ریزی تو API limit بود، یه سایفر سویت یه سری لیست قدیمی و اینسیکیور داشت که اونا رو حذف کردیم. توی TLS Reality فینگرپرینت رو دیفالت گذاشتیم روی کروم، بن تایم رو گذاشتیم توی فیل تو مان 30 دقیقه، 15 دقیقه بود قبلا. بعدش اینجا یک آی پی آدرس رو گذاشتیم، یعنی دستی میتونی شما یه برین یه آی پی رو اضافه کنید توی فیل تو بان به صورت همون از این طریق. از اول اینجا توضیح بدم، اگر شما الان 20 رو بزنید و نگاه کنید این اضافه شد 5 و 6 5، میتونی یه آدرس رو بند کنید دستی. البته باید قبلش فیل تو بان رو نصب کرده باشید، یعنی ما فرض رو برای میگیریم که شما نصب کرد. حالا ما یه آی پی مثلا الکی بدیم، خب یه کپیش هم بکنم. حالا ما اینو بزنیم، این الان اضافه شد به لیست. حالا اگه 6 رو بزنیم که بریم، خب الان هم آن بندش کردم. به این صورت میتونید بند کنین و آن بند کنین. این چیزی بود که آپدیت آخر اضافه کردم. خب میریم توی پنل، من رو با لوکال بالا آوردم، زیاد دقت نکنیم بینشون، دامین نیست سیستممه و اینجا که تغییری نکرده. خب شما الان فرض کنید که این الان اسپلیت اچ تی تی پیه، شما اگه ورژن پنلتون قدیمی باشه با الان بیاین و اسپلیت اچ تی پی داشته باشید، بعد بیاین یه ادیت کنید اینو، ترانسمیشن رو روی ایکس اچ تی تی پی بذارید و اگه چیزی خالیه آپدیت پر کنید و بعدش در نهایت این آپدیت رو بزنید که این باندتون آپدیت بشه. و لازم هم نیست که به یوزراتون لینک جدید بدید، این ترس اینو نداشته باشید. بعد اینکه چی اضافه شده، این قسمت مود
استریم وان حساب شده. ولی من ترجیح میدم که از این فعلا استفاده نکنیم، چون خیلی جدید و کلا برنامه های کلاینت اینقدر آپدیت نیستن که الان اینا پشتیبانی کنن. یعنی حتی اون برنامه ویتوره ان خودشون هم که این میشه، اگه شما از ورژن 7.2.3 بالاتر استفاده کنید کلا اصلا هیچی کار نمیکنه. نمیدونم این باگشون رو که میخوان رفع کنن، ولی به هر حال باگ دارن دیگه. یعنی آخرین ورژن که بهتون پیشنهاد میکنم برای ویتوره ان استفاده کنید همینه 7.2.3. ورژن جدیدتر نصب کنید کلا هیچی کار نمیکنه. خب این استریم وان اگه شما یه میگن حالت استریم وان بعد تی ال اس رو بذاری روی H2، این میشه معادل اون HTTP که اینجا بود ما حذفش کردیم. این چیزی که من نمیگم، این چیزی که خودشون میگن. و اگه شما اینو H2 رو بذاری روی H3، این معادل اون کویکه که حذف شد. این هم بازم من نمیگم، این چیزی که خودشون میگن. و اگه این H-Stream 1 رو بذارید روی Stream Up، این H2 بذارید، این معادل چیه؟ معادل gRPCه. این هم بازم حرف خودشونه. و این رو بذارید رو Auto، این هم H2 یا H3، این میشه معادل چی؟ معادل HTTP Upgrade و Web Socket. که احساس میکنم اینا بعدا میخوان همه اینا رو حذف کنم، وب سوکت و جی آر پی سی و اچ تی آپ گیره همه رو حذف میکنم، فقط یه اچ تی پی ایکس اچ تی پی مونه و تی سی پی و ام کی سی پی که مثلا از این خوشم نمیاد. ام کی سی پی چیزی واقعا مزخرفیه که در نهایت فقط این سه تا احتمالا بمونم، چه بسا شاید بعدا اینا رو هم حذف کنم، ام کی سی پی هم حذف کنم، معلوم نیست. خب دیگه چی اضافه شد؟ اینجا خیلی چیزا حذف کردیم. چرا حذف کردیم؟ به خاطر اینکه اونا برای کلاینت بودن. برای چی اصلا اضافه کردم؟ برای اینکه اضافه کردم گفتم شاید یه برنامه مثل ویتوره ان یا ویتوره ان جی که ما همه چیزامون رو تقریبا اونا پیش میبریم، اومدم به لینکشون اضافه کردم. مثل چی؟ مثل این مود. مود الان در اصل برای کلاینته، خب، ولی ما گذاشتیمش اینجا. چرا؟ چون اگه ما مثلا اینو انتخاب کنیم و آپدیت بزنیم، اینجا به لینک اضافه میشه، میتونیم به کلاینتمون بدیم. من فکر کردم گفتم اگه اون تغییراتی که ما اون چیزایی که قبلا بود الان حذف کردم، گفتم اگه اضافه کردن که ما هم به لینک اضافه میکنیم و میدیمش مشتری، ولی اینا دو ماه گذشت و هیچ کدوم اضافه نکردن و خب دیگه اضافه نمی کنم. ما هم زدیم حذفش کنیم چون اینجا هم یه ذره شلوغ میشد. حتی نگاه کنید، حتی دو آپدیت آخرش هم چیز شده بود دیگه، سه تا چیز اضافه کردم دیگه، سه تا تغییر داشتم دیگه، الکی داشت زیاد میشد. بعد ما اینا رو کجا بردیم؟ بردیمش اینور، بردیمش قسمت حالا اون ایرور رو در نظر نگیریم چون من رو کلاینت همه ایرور رو میده بلش کنم، بردیمش قسمت اینجا. یعنی اینجا میتونیم پیداش میکنیم. در اصل باید توی گوشیاتون اگه توی کلاینت همون برنامه مثلا ویتوره ان یا ویتوره ان جی یا حالا هر برنامه دیگه که استفاده میکنیم اینا اونجا ست بشن، اونجا باید یه چیزی براشون در نظر بگیرن و اینا رو اونجا بزنن که فکر نکنم اضافه کنم چون خیلی زیاده. دیگه چی اضافه شد؟ چیزی که اضافه شد اینجا ما یه قسمت وب سوکت اینو اضافه کردم. این چیه؟ این اگه ما بریم داکیومنت به درد نخورشون بخونیم که همش چینیه، یه بنده خدایی داشتم به اسم MMMM که ایرانی ها بهش میگفتن محمد، اون میومد اینا رو ترجمه میکرد به انگلیسی و خیلی واضح و خوب ما میرفتیم استفاده میکردیم. ولی الان دیگه چیز شده، الان دیگه میکنم قهر کردم، اینا مشکل دارم. الان در اصل این چینی ما ترجمهش کردیم. نگاه کنم این میگه چی؟ میگه
پینگ میفرسته، پینگ مسج میفرسته به چیزو که باعث میشه کانکشن زنده بمونه. اگر هم صفر بذاری هیچ پینگی نمیفرسته. همین. حالا قسمت اینجا هم کلن اصلا حذف کردن، یه لینک گذاشتن، یعنی بدترین داکیومنت که من تو عمرم دیدم و داکیومنت این هست، این هم که همه از چینیه. بایدم ترجمهش، ترجمه هم نمیشه. خلاصه من الان مثلا میدیم ما از چی استفاده کنیم، از این، یعنی ما باید از این بر روی اساس این تصمیم گیری کنیم. حالا دیگه نمیخوام توضیح بدم، ولی خب خنده داره دیگه، داکیومنت نداره، من مثلا چی آخه توضیح بدم. خب مورد بعدی که تاخیر کرده، من که گفتم یه مشکلی توی سشن بود که الان بخوام توضیح تخصیص بدم، نبی کار تو میاد نمیاد. الان ما اینجا چیز کنیم، یه وارد بشیم، سیف نبود، دوباره باید بزنیم. خب اگه ما اینجا وارد بشیم، اینجا لاگینش رو پیدا کنیم، نه این واقعا به کارتون میاد، من توضیح میدم، ولی خب دیگه توضیحش میدم دیگه. اینجا الان ست کوکی یکیه. خب قبلا آپدیت های قبلی این دوتا بود، مشکلش هم نمیدونستم چی بود، یا در نهایت بالاخره پیداش کردم. یعنی چی میگه این؟ به خاطر آره دیگه، میگه چیزی که ساختی خالیه، این باندی که ساختی میگه چیز نداره، SSL توش نیست. یه چه تغییری دادیم ما؟ یه بررسی ریزی کنیم. اینه که گفتم باید آپدیت کنید، این هم که مهم نیستن، استریم هم که بند تایم هم که گفتم 30 دقیقه شده. آها، چیزی که بعدی که اضافه شده، اضافه که آره دیگه اضافه شده، این آن سیفه. آن سیف هم اینجا UTLS اضافه شده و اینجا سایفر سویت. یه سری لیست قدیمی بود، تقریبا 5 تا بود، 4 5 تا بود، نمیدونم چند تا بود، قدیم بود که این سکیور شده بودن، دیگه حذفش کردیم و همین دیگه. اینا رو هم فکر کنم بعدن حذف کنم دیگه، اینا رو ستا رو بعدن حذف میشن. حالا بیام یه این ماند HTTP هم براتون توضیح بدم، چون خیلی گفتم ما بلد نیستیم، ما کار میکنیم چیز نمیشه، بسته میشه. الان هم جدیدن همه از کلاود فر استفاده میکنم، با اکسترنال پراکسی سپید تست. اینجا ما اگه بزنیم www.speedtest.net بود بکنیم و بعد اینجا مثلا دامینمون رو بزنیم، که حالا من چی بزنم، مثلا ما فکر کنیم شما دامینی دیگه شما فرض بگیرید این الان دامین، بعد اینجا همون دامین رو بزنیم و اینا. حالا من اینم که باید سرتیفیکیت بزنم ندارم، ولی خب مثلا فیز فرض کنید چیزه این الان بزنید این بس میشه. اگر توی قسمت کلافره هم درست ست کرده باشید، بزنم اینم مودش هم درست دادم، اینم ببخشید مودم استریم وان نزنید، یا آب بزنید یا خودکار بزنید. اگر ترجم وان نزنید یا استریم آب بزنید، چون وان خیلی جدیده، هیچ کدوم روی هیچ کدوم کار نمی کنم. همین آب رو بزنید، بعد اینم بزنید روی H2، یا حالا اینم فعال کردید کرد دیگه، همین دیگه. فعلا تا همینجا پیش بریم ببینیم فیدبک چگونه خواهد بود. آره دیز طولانی هم شد 15 دقیقه. انشالله که مفید بوده باشه و خوشتون اومده باشه از این توضیحاتی که دادم. نمیدونم والله، ببینیم نظرتون چه خواهد بود.
موفق باشید.